دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاسته از خروش ملی و جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت بدون از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. با درود به هم‌میهنان عزیزم در سراسر جهان، ایرج شاه ولایتی هستم و برنامه امروز نهاد مردمی رو از استودیوی سیمای نهاد مردمی در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. بیایید با هم بریم گریه کنیم و با اشکامون دریاچه ارومیه رو پر کنیم. این شعاری است که مردم آذربایجان، مردم ارومیه و مردم سراسر ایران این شعار رو امروز تکرار می‌کنند. هموطنان عزیز، چه به روز این مملکت آوردند این جنایتکاران حاکم. امروز خبری رو شنیدیم که آقای مهندس رضا کرمانی، مسئول پیشین حزب پان‌ایرانیست رو در ایران دستگیر کردند و به زندان بود. در این زندان بزرگی که حکومت درست کرده، زندانی در داخل زندان بزرگتری به نام ایران، تا کی میتونه حکومت این دستگیری‌ها رو ادامه بده؟ این حکومت دروغگو، میدونید دلیل دروغ گفتن ترسه. این حکومت از روز اولی که آمد از ملت ایران میترسید و هنوز هم میترسه، با ترس و لرز تا امروز بر قدرت باقی مونده. این حکومت ناپایدار، این قدرت ناپایدار، این دیکتاتورها در ایران میدانند که سرنوشتی جز سرنوشت دیگر دیکتاتورها رو نمیتونه این حکومت داشته باشه. در برنامه امروز آقای دکتر حسن کیانزاد رو از آلمان خواهیم داشت که در زمینه دستگیری آقای مهندس رضا کرمانی
و اونچه که امروز در جهان میگذره با هم صحبتی خواهیم داشت تا چند دقیقه آینده. اما هموطنان عزیز، با کمال تأسف اطلاع پیدا کردیم که آقای عزت الله دلیجانی، یک شخصیت میهندوست واقعا، یک شخصیتی که باعث افتخار همه ما ایرانیان در امریکا بودند و به خصوص در این لس آنجلس درگذشتند و ما رو ترک کردند. این شخصیت عزیز و ماندنی در تاریخ مهاجرت ایرانیان و در تاریخ ایرانیان کارهای بسیار بزرگی کرد. این شخصیت نام ایرانیان رو در این لس آنجلس و در آمریکا و در جهان، در زمانی که حقیقتاً اون چرا که در مورد ایرانیان میگفتند و به خصوص رفتاری که با ایرانیان مهاجر میکردند رفتار خوبی نبود به خاطر عملکرد یک حکومت فاسد در ایران، اما آقای دلیجانی، عزت الله دلیجانی، در طی مدت با کارهایی که کردند نام ایرانی رو سرفراز نگه داشتند. یاد آقای عزت الله دلیجانی رو گرامی می‌داریم. از طرف خودم و نهاد مردمی این ضایعه رو به خانواده آقای عزت الله دلیجانی و بستگانشون تسلیت می‌گیم و به همه ایرانیان. آقای عزت الله دلیجانی امید داشتند که زنده بمانند تا تندیس کوروش بزرگ رو در لس آنجلس در یک جای بسیار مهمی نصب بکنن. من امیدوار هستم که کسانی که پیرو راه ایشون بودن با کمک و یاری بقیه هموطنانمون بشه این کار رو انجام داد و این آرزوی ایشون رو به انجام رسوند. نهاد مردمی هر کاری رو که در این زمینه کمکی رو که نیاز باشه در خدمتشون خواهد بود که این کار انجام بشه. یادشون رو گرامی میدارم. هموطنان عزیز، دفتر برون مرزی حزب پانیرانیست و یا میشه گفت دفترهای برون مرزی حزب پانیرانیست دستگیری مهندس رضا کرمانی رو محکوم میکنه. اعلامیه هست که من براتون خواهم خوند تا در این فاصله تماسمون رو با آقای حسن کیانزاد، عضو هیئت امنای نهاد مردمی، برقرار بکنیم. بله، اجازه فرمایید که مثل اینکه دکتر کیانزاد عزیز رو داریم. درود بر شما دکتر کیانزاد عزیز. درود بر شما جناب دکتر شاهزرویتی و درود بر بینندگان شما و هموطنان عزیزمون در درون و برون از ایران زمین. دکتر کیانزاد عزیز، با سپاس از شما که لطف کردید و امروز در برنامه شرکت کردید. این جریان دستگیری مهندس رضا کرمانی رو یک اعلامیه ای از طرف دفترهای برون مرزی حزب پانیرانیست منتشر شده که من نمیدونم خودتون اینو لطف میکنید میخونید یا اجازه میفرمایید که من بخونم. من نخست سپاسگزار هستم که این هنگام رو در اختیار من گذاردید که بتوانم در این باره صحبت بکنم، اما از شما تقاضا میکنم که خود شما این بیانیه رو بخوانید. دکتر کیانزاد عزیز، در مورد خود مهندس رضا کرمانی تقاضا میکنم که قبل از اینکه من این بیانیه رو بخونم بفرمایید که شما در مورد مهندس رضا کرمانی چه اطلاعاتی رو میتونید در اختیار هموطنان عزیزمون بگذارید؟ بله، نخست اینکه مهندس رضا کرمانی یکی از پیش خدمتان حزب پانیرانیست که پیش از 50 سال، پیش از نیم قرن در حزب پانیرانیست بوده و
دبیر یکی از در واقع دبیر مسئول حزب پانایرانیست در سالهای گذشته دبیر مسئول حزب پانایرانیست در واقع بوده و مهندس رضا کرمانی باید بگویم که خود من نخستین آشنایی ما در دبیرستان ادیب با یکدیگر آشنا شدیم و از همان زمان دوش به دوش یکدیگر با دیگر میان پرستان ایران در دبیرستان با برحال در آن هنگام همه اون کسانی که از بگوییم که سیاست های تجزیه طلبانه و یا به گونه ای بیگانه پرستانی که میخواستند کشور ما را هم به زیر چکمه سرخ و قیمومیت اتحاد جماهیر شوروی بیاورند از آن هنگام آغاز گردید و این کنش ها در واقع در این بیش از 50 سال گذشته هیچ زمان قطع نشده و مهندس رضا کرمانی رو روز آدینه جمعه گذشته ساعت 10:30 صبح از منزلشون آمدند و ایشون رو بردند و ما آگاه کردیم که در زندان قزل حصار ایشون رو به اونجا بردند. اما این که جرم ایشون چیست، خب جرم ایشون هم به مانند هزاران هزار انسان‌های آزاده در این 32 سال گذشته در واقع دفاع از آزادی و حقوق بشر، دفاع از فرهنگ ملی در واقع بوده، جز این هم چیز دیگری نبوده. و بعد این مسئله که بازداشت های مدامی که از ایشون در این ماه ها و هفته های گذشته انجام دادند، کنش های ایشون همواره این بوده که به گونه ایشون رو مجبور و یا تسلیم به مماشات بکنند، یعنی این که ایشون زبان بربنده، ایشون ساکت در خانه خودش بنشینه و کار به کار سیاست نداشته باشه. و مهندس رضا کرمانی 78 سال ایشون داره، ایشون بیماری های گوناگون رو اثر گذرانده، ایشون بیمار هستند و خب توجه به این مسائل که این حکومت به هیچ وجه نداره، برایشون فرق نمیکنه که انسان جوان باشه، پیر باشه، زن باشه، کودک باشه. و مهندس رضا کرمانی خیلی همواره به اینها گفته که به هیچ وجه ایشون سکوت نخواهد کرد و ایشون به هیچ وجه سر سازش و مماشات با این حاکمیت جهل و جنون و جنایت نخواهد داشت. به همین دلیل هم ایشون رو روز آدینه گذشته عرشاد آمدند و دستگیر کردند و به زندان قزل حصار بردند. جناب دکتر کیانزاد، اجازه فرمایید که من این اعلامیه رو بخونم و بعد برویم و ببینیم که اصولاً در اون مملکت چه میگذره از دیدگاه شما و بعد وضعیت این حاکمیت در جهان چه خواهد شد. دفترهای برون مرزی حزب پانایرانیست دستگیری مهندس رضا کرمانی را محکوم میکنند. امروز مزدوران رژیم جهل و جنون و جنایت ولایت فقیه بار دیگر به منزل ایرانیار مبارز
مهندس رضا کرمانی دبیر مسئول پیشین حزب پانیرانیست یورش بردند. ایشان را دستگیر کرده و به زندان قزلحصار بردند. رژیم جنایت پیشه حاکم که فاقد هر گونه مشروعیت مردمی برای حکومت در ایران است، با هر اون چه که ایرانی است و با هر اون کس که قلبش برای ایران میتپد خصومتی سبوعانه دارد. نه تنها مهندس کرمانی، بسیاری از فرزندان پاک و مبارز دیگر ایران هم همکنون در زندانهای مخوف این رژیم ضد ایرانی به سر میبرند و اسیرند. دفترهای برونمرزی حزب پانیرانیست خواهان آزادی بیدرنگ و بدون قید و شرط مهندس کرمانی و همه زندانیان سیاسی در ایران هستند. در این روزها که پسمانده رژیم‌های دیکتاتوری یکی پس از دیگری در مسیر سقوط از یکدیگر سبقت می‌گیرند، سردمداران مالی خولیایی رژیم طاغوتی ولایت فقیه باید بدانند که شمارش معکوس برای سرنگونی آنان نیز آغاز شده است. دیری نخواهد پایید که آنان نیز از عرش به فرش آمده و به خواستهای به حق ملت ایران تمکین کنند. جای آن دارد که فریاد آزادی خواهی مردم ایران را به گوش جان بشنوند و تا دیرتر نشده حکومت را به نمایندگان راستین مردم بسپارند. دفترهای برونمرزی حزب پانیرانیست. دکتر کیانزاده عزیز، در این اطلاعیه خیلی خوب به رژیم چی رو دادن، این آگاهی رو باید به رژیم داده بشه که سرنوشتشون به کجا داره ختم میشه. شما امروز وضعیت این رژیم رو در ایران چگونه تحلیل میکنید دکتر کیانزاده عزیز؟ خب دقیقا این مسئله مطرحه، یعنی مسئله گزینش میان آزادی و نظم مردم سالاره و یا پذیرش یک دیکتاتوری فاشیستی و مافیایی به نام ولایت فقیه در ایران. راه دیگری وجود نداره، یعنی همه آزادی خواهان، این تنها در کشور ما نیست، ما امروز در جهان میبینیم، امروز به ویژه بهار آزادی رو در واقع بایستی گفته بشه، چون کسانی هستند عرض شود که میاین سخن از این به میان میآورند نخیر بهار آزادی یا بهار عربی در خاورمیانه وجود نداره. ما میگوییم که اتفاقا بهار آزادی با جنبش آزادی خواهان در این کشورها آغاز شده. اینجا مسئله دیگر عرب و یا ایرانی و یا عرض شود که تونسی و مصری در میان نیست. جنبش آزادی خواهانه مردم در سراسر جهان برای این، ما برحال در آمریکای جنوبی دیدیم، امروز کمتر در کوبا، شاید در یک دو کشور نظام‌های بگوییم دیکتاتوری وجود داره. همه اینها در این دهه‌های گذشته از میان برداشته شدند. سرانجام می‌بایستی که در خاورمیانه هم روزی مردمان این کشورها بتوانند با رأی آزاد خودشون نمایندگان خودشون رو در واقع به مجلس بفرستند. این است که شکی نیست که چهره منطقه و در خاورمیانه داره دگرگون میشه، متحول شده، این تحول به وجود آمده. خب ما میبینیم امروز که در لیبی این آقای معمر قذافی، خب چه کسانی میتوانستند در دو ماه سه ماه گذشته تصور این رو داشته باشند که این مرد هزار چهره و این مترسک رو مردم لیبی بتوانند از عرش شود که عرش به زیر بکشند. خب این دقیقا نشون داده میشه، چون کسانی هستند ایراد میگیرند و میگویند که بله ناتو، آمریکا و یا اتحادیه اروپا آمدند و حمایت کردند. بله، اگر در گذشته ما سخن از دخالت امپریالیست ها در امور داخلی کشورها برای استعمار و استثمار ملت ها به میان می آوردیم،
امروز نمیتوانیم سیاست جهانی رو به مانند 50 سال، 60 سال، 40 سال، 30 سال، حتی 20 سال پیش، 10 سال پیش ببینیم. جهان در حال تحول دگرگونی است، متحول میشه. معلومه که میبایست امروز که در واقع این شانسی است که این ابرقدرت ها در واقع دارند که از این جنبش های آزادی خانه مردم دفاع بکنند. و امروز این امر انجام گرفته و ما تحسین میکنیم که آمدند و از مردم زیر ستم لیبی، آخه توجه ما باید به این داشته باشیم که یک طایفی، یک خانوادهی میایند و در درازای این 40 سال گذشته جناب قذافی خودش تنها بیش از 40 میلیارد ثروت ملی مردم محروم و تنگ دست لیبی رو توی بانکای خارجی برده. طلا، چندین تن طلا در این بانکا به خارج فرستاده. همینطور هم تمام این دیکتاتورها در منطقه هستند. اینها جای دفاع ندارند. در سوریه به همین صورت. مسئله سوریه بسیار بسیار مهمه. دکتر کیانزاده عزیز، یکی از مسائل بسیار بسیار مهمه. ما باید در نظر بگیریم چگونه میتوان چشم بر روی این جنایات یک خانواده، یعنی رژیم بعث سوریه و اسد بست. این بیش از 2000، در این میان به 2500 نفر انسانهایی که جان باختن در راه به دست آوردن آزادی، اون وقت از سوی حکومت در ایران، حکومتی که دارای هیچ گونه مشروعیت مردمی در این 33 سال گذشته به هیچ وجه نداره، میآیند و هر شبت نیروهای خودشون رو اونجا میفرستند که برن سرکوب بکنن مردم آزاده سوریه رو. شکی نیست که این جنبش های آزادی خانه اثر خودش رو گذاشته. دلایلش هم کاملا روشنه و ما میبینیم که اینها باز دوباره بشخاب های هر شبت اینترنتی به جان مردم افتادند. ترس دارند، اینا پشت به دیوار قرار دارند. شکی نیست که ترس دارند، باید هم داشته باشند. این است که اینها به دنبال همه اون انسانهای دلیر و آزاده و مقاومی هستند که در برابرشون ایستادند. سر سازش ندارند، سر مماشات ندارند، جز اینم نمیتونه باشه. دکتر کیانزاده عزیز، دکتر کیان، اولا برای اطلاع هموطنان عزیز عرض بکنم که دکتر حسن کیانزاد یک پزشک عالی قدر ایرانی هستند که سالهاست در آلمان پرکتیس پزشکی میکنند و شاید بیش از 50 ساله که مبارزه سیاسی میکنند، مبارزه برای به دست آوردن آزادی، برای ریشه‌کن کردن استبداد. در این حال دکتر کیانزاد عزیز عضو هیئت امنای نهاد مردمی هم هستند، از بنیانگذاران نهاد مردمی هستند و حقیقتا در تمام این مدت در این مبارزات شرکت داشتند. دکتر حسن کیانزاد از شخصیت هایی هستند که ما گهگاه که فرصتی پیدا می کنند می توانیم در این برنامه، در برنامه های نهاد مردمی، از حضورشون استفاده بکنیم. اما دکتر کیانزاد عزیز، من اینجا تصویری دارم که اگر آقای منصور فرصت داشته باشن این تصویر رو نشون بدن، ببینیم که چرا این جنایتکاران حاکم کور و کر هستند. اگر که شما هم تصویر تلویزیون رو میبینید، آقای سید محمد جهرومی که فیش حقوقیشون رو فرستادن، که این آقای سید محمد جهرومی وزیر هستند در حال حاضر، آقای دکتر کیانزاد، ایشون از یک جا یک فیش حقوقشون هست 29,000 دلار برای یک ماه که هست 29,700,000 تومان و از طرف دیگه واریزی به عنوان کارانه 3 ماهه دومشون که این کارانه سهم مدیر عامل فقط هست معادل 480,000 دلار هست. این فیش حقوقشون رو اینجا من روی تصویر دارم نشون میدم. این دزدان که امروز بر سر حاکمیت هستن، که ایشون یکی از اونهاست که ظاهرا ایشون
معاون اجرایی شورای نگهبان هم بودند و در حال حاضر وزیر کار و امور اجتماعی در کابینه اول آقای محمود احمدی نژاد بودند و در هر حال از نظر پولی رو که از این مملکت از این ثروت این مردم دارن به یغما میبرند، فکر میکنن که میتوانند ادامه بدن این زندگیشون رو و ادامه بدن این چپاول رو. این دیکتاتورها با اعوان انصاری که دور برشون هستن و این جیرخورا و مزدورانی که هستن و این دزدایی که دور بر خودشون جمع میکنن، فکر میکنن که ماندنی هستن. اما ملتی که تحت ستم جناب دکتر کیانزاد، خانمی تلفن کرده بودن و میگفتن ما نون رو باید دونه 800 تومن بخریم، منی که حقوق خودم و شوهرم در هر ماه 1,000,000 تومنه و یک خانواده 5 نفری هستیم، ما حتی نون خالی هم نمیتونیم بخوریم. و فکر بکنید اینها با این حقوقهای کلانی که برداشت میکنن و این تازه فیش حقوقی هایی است که به طور رسمی دریافت میکنن، اینا که حالیشون نمیشه که مردم در اون گرسنگی و فقر چه میکنن. و این تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه دکتر کیانزاده عزیز؟ کاملا درست میفرمایید. من نخست اشاره بر این ببرم که من افتخار میکنم که در کنار انسانهای آزاده و مصممی در نهاد مردمی و در هیئت امنا هستم. اما این که تا کی، خب در واقع شکی نیست. شما اشاره به این عرض شد که آقای جهرومی بردید، دست تمام این حکومتگران در این 33 سال گذشته، اینها حساباشون پاک نیست. روزگاری که به زودی پیش خواهد آمد، جدی نخواهد بود که دقیقا معلوم خواهد شد، یعنی الان معلومه که این حکومتگران در ایران ثروت ملی، اموال ملی رو غارت کردند. یعنی باید گفت حکومتگران مافیایی، جدی نمیتونه باشه، غارت کردند. اگه غارت نکرده بودند که در کشوری که صاحب نفت و گازه و در این 33 سال گذشته اینها عرض شد که صدها و صدها میلیارد از پول نفت و گاز رو گرفتن، چه دلیلی وجود داره که میباید 26% از جوانان دانش آموخته کشور ما بیکار باشند؟ به چه دلیل میباید تورم های 200% باشه و روز به روز مردم ایران، میلیون ها مردم ایران تنگ دستتر و محرومتر بشند؟ زحمتکشان و کارگران کشور ما، خب اینها رو باید پاسخ بدند. اما اینها خودشون خیلی صریح و روشن میگویند که مشروعیتشون رو از مردم نگرفتن، نیازی هم به مشروعیت مردم ندارند. به همین دلیل هم وحشت دارند که بیایند یک انتخابات آزاد رو بر اساس عرف جهانی و بین الملل انجام بدند. اینها باید پاسخ بدند به ملت ایران. چرا میباید اعتیاد و فحشا و عرض شود که در این جامعه به این صورت اشاعه پیدا کرده باشه؟ دلایلش کاملا روشنه. به دلیل اینکه یک عده غارتگر اینها اموال عمومی رو در واقع در این 33 سال، نزدیک 33 سال گذشته غارت کردن، به جیبهای خودشون ریختن و به هیچ وجه توجه به این ندارن که مردم چگونه در اسرت و تنگ دستی به سر میبرن. شکی نیست سرنوشت این حاکمیت هم جز این نخواهد بود. آنچه که امروز ما در تونس، در مصر، در لیبی در واقع شاهدش هستیم و میبینیم و در سوریه هم جز این نخواهد بود. چگونه میخواد طایفه اسد، این پشتیبانان رژیم ستمگر جمهوری اسلامی که در این 33 سال گذشته باج‌های کلانی گرفته به خاطر اینکه سردمداران جمهوری اسلامی بتوانند از راه سوریه، حزب الله لبنان رو، این تروریست ها رو، حماس رو ازشون پشتیبانی حمایت بکنند، خب این راه بسته خواهد شد. اون کسانی که به گونه‌ای میخواهند
از این رژیم سرکوبگر دفاع بکنند و بهانه‌شون هم این است که اگر اینها بمانند احیانا مسئله تجزیه به میان نخواهد آمد. ما بایستی بگوییم که در واقع هر روز و هر هفته و هر ماهی که این حاکمیت، این حکومتگران که دارای مشروعیت مردمی به هیچ وجه نیستند، عرض شود که وجود خودشون رو تحمیل بر ملت ایران بکنند، این راه سرکوب و ستمگری مردم در برابرشون همونطور که نشان دادند ایستادند، خواهند ایستاد و این سرانجام روزی به پایان خواهد رسید. نبود ثبات و امنیت در یک جامعه هنگامی آغاز میشه. جناب دکتر شاه‌ولایتی که قانون مداری و حرمت به حقوق انسان از میان برداشته بشه، اینا در این 33 سال گذشته عرض شود که قانون مداری و قانون رو زیر پا گذاشتن، لگدمال کردند، اینا تجاوز به انسان ایرانی کردند، انسان ایرانی رو اینها تحقیر کردند. هیچ چیز بدتر در جهان نیست، در یک جامعه نیست که انسان رو بی حرمت بکنن، تحقیر بکنن. در این 33 سال گذشته اینها فرهنگ ملی ما رو مورد تجاوز قرار دادن، تحقیر کردن. بنیانگذار این جمهوری منحوس و فاجعه آفرین در همون هفته های نخستین عرض شد که ملت رو امتش کرد و در همون هفته های نخستین ستیز خودش رو با ملی گرایان آغاز کرد و در همون زمان بیان داشت که پنیرانیسم، میهن پرستی کفره و ضد دینه. خب ما چه انتظاری از اینها میتونیم داشته باشیم؟ کدام انسان آزاده، کدام ملتگرا، کدام ملیگرا به هر عنوانی میتواند از یک چنین حکومت ستمگری امروز دفاع بکنه؟ نه آخر، به هیچ وجه. ما در درون و برون از ایران زمین سر ستیز با این حاکمیت فاشیستی و ستمگر داریم تا روزی که زنده هستیم، چاره جز این نیست. و مهندس رضا کرمانی و کرمانی ها با آبدینی ها و عرض شود که زینعلی ها که در زندان هستن، تبرزدی ها و هزاران هزار انسان های آزاده ایرانی دیگر برای دفاع از فرهنگ ملی، برای دفاع از آزادی به پا خواستند. سرنوشت این حاکمیت جناب دکتر شاه‌ولایتی، همیهنان عزیزمون، جز این نخواهد بود. اینها امروز می‌لرزند، اینها می‌دانند که امروز در رضاییه آغاز شده، شکی نیست. لیبی سقوط کرده، عرض شود سوریه به دنبالش هست و نوبت به این حکومتگران جنایتکار خواهد رسید. من درود میفرستم به تمام آزادی خواهان ایران، به ویژه انسانهای آزادهی که با ایستادگی و مقاومت خودشون در زندانهای سیاه این رژیم ستمگر ایستادند و سر سازش و مماشات با این ستمگران رو ندارند. دکتر کیانزاد عزیز، همونطور که شما فرمودید، ارومیه، آذربایجان شروع شد و آنچه را که ما در طی دو روز گذشته در مورد ارومیه دیدیم داره آرام آرام به سراسر ایران میرسه. ما در بخش دوم برنامه امروز در ساعت 10 که برنامه دیگر رو از تلویزیون اندیشه خواهیم داشت، این جریان تظاهرات رو در ارومیه پی خواهیم گرفت و به طور کامل و مشروع در موردش صحبت خواهیم کرد. اما جناب دکتر کیانزاد، همونجور که شما فرمودید اجتناب ناپذیره. در طی این مدت هرچه که کردن سردمداران حکومت که اخبار سوریه رو در ایران پخش نکنن و به هیچ صحبتی در مورد هزاران نفر مردمان وطن پرستی که در اون مملکت تظاهرات میکردن برای آزادی، صحبتی از اینا به میون نیارن. اما مگر شدنیست ترس حکومت از این که مبادا این خبرها مردم ایران برسه و مبادا از این که گریبان خودشون رو بگیره. ببینید، این اجتناب ناپذیره. اولا که مردم به هر طریقی از اخبار مطلع خواهند شد، ولی مگه میشه یه این چنین جانفشانی یک ملتی رو برای آزادی، یک این چنین رشادتی رو از یک ملتی برای به دست آوردن آزادی، مگه میشه کتمانش کرد؟ و آفرین به مردم سوریه،
و آفرین به مردم ایران که با خردشون دارن عمل میکنن، درست دارن نگاه میکنن که چه بایدشون کرد برای برکندن این استبداد از ایران. و جناب دکتر کیانزاد، این جریان تظاهرات در ارومیه ما رو به یاد رشادت‌های مردم آذربایجان میاره که چگونه در مبارزه با استبداد این بیرقش رو بلند کردن و چگونه کاشتن نهال آزادی رو. کاملا درست می‌فرمایید. به ویژه مردم آزاده آذربایجان همواره در سطح نخستین در برابر تجاوزات بیگانگان قرار داشتند. همینطور کردستان جز این نیست. به هیچ وجه انسان‌های آزاده، انسان‌هایی که در درازای هزارهای تاریخ در کنار یکدیگر صده‌های بسیار زندگی کردند و این ایرانی که امروز برجاست جز این هم نخواهد بود. این حکومت و ادامه این حکومت موجب آسیب پذیری است، زیرا که مردم ستم رو نمیتوان ستم رو، فقر و محرومیت رو همواره عرض شود که تحمل کرد. این اون مسئله اساسی است و ما میبینیم که خانواده ها، یعنی ما میبایستیم در واقع ببینیم که همدردی و همنوایی چیزی جز این نیست. ما باید این تصور رو داشته باشیم، بیاندیشیم پدر و مادری که به ویژه پدری که نان آور یک خانواده هست وقتی که با دست خالی به خانه برمیگرده. ما دیدیم بسیاری از پدران در درازای این سالها خودکشی کردند، به خانه بر نگشتند. خب اینها اون مسائلی است که مردم رو آزرده میکنه، اینها اون مسائلی است که بعد مردم از خودشون میپرسند در کجا هستیم، چگونه زندگی میکنیم. حکومت که میبایست پشتیبان مردمش باشه، عرض شود که ابزار و وسائل این که مردم مرفه زندگی بکنند، با خوبی زندگی بکنند، خوشبخت بشوند، فرزندان سرزمین خوشبخت بشوند، خب وقتی که این چیزها وجود نداره خب چه باید کرد؟ این اون مسئله اساسی است. بنابراین آسیب پذیری رو اینها در جامعه ایران، در سراسر ایران به وجود آوردن. به همین دلیل هم هست که این باید هرچه زودتر اینها رو مرخص کرد. اینها رو در واقع باید دید که همونطور که خودشون گفتن که رژیم گذشته رو به زبالدان تاریخ فرستادن، باید اینها رو به زبالدان تاریخ فرستاد. به هر حال بسیاری از کسانی که در اون زمان مخالف رژیم گذشته بودند و حکومت بودند، که خود آخوندها بسیاری از این کسانی که لب عرض شود که جرأت می کنند به انتقاد می گشایند، خب می گویند هزار بار عرض شود که در آن هنگام در رژیم گذشته وضعیت بهتر از حال است. اینها مسائل اساسی است. مردم عرض شود که با چشم باز آگاه هستند، نمیتوان مردم رو فریفت. به هیچ وجه نمیتوان دیگر به نام دین مردم رو فریفت. ما توجه بفرمایید که امروز میبینیم نه در لیبی، نه در سوریه، نه در مصر، نه در تونس به هیچ وجه مسئله دین و آیین مطرح نشد. مسئله آزادی بود. مخالفت با این حاکمیت ها در واقع دلایلش کاملا روشن بود. چگونه است که این حاکمیت در ایران مرتب مسئله دین و اسلام رو مطرح میکنه؟ مسئله دین در واقع بایستی گفت یک باور مذهبی، باور شخصی است، باور خصوصی است. جامعه فردای ایران، جامعه فردای آزاد ایران چیزی جز این نخواهد بود. حاکمیت بر پایه جدای دین از سیاست، از حکومت، جز این نخواهد بود. یک جامعه سکولار به این صورت است که میتواند جامعه عرض شود که پیشرفت بکنه و در راه سعادت و شکوهمندی مردم و میهنمون گام برداره. جز این نمیتونه باشه. جناب دکتر کیانزاد عزیز،
از حضورتون در برنامه امروز بسیار بسیار سپاسگزار هستم و امیدوار هستیم که باز هم در آینده بتوانیم شما رو در برنامه ها داشته باشیم. افتخار میکنیم که در کنار شما در نهاد مردمی همه با هم برای پیوند دادن این حلقه های گسسته از هم داریم کار میکنیم و مطمئنن موفق خواهیم شد. ما موفق خواهیم شد که وطنمون رو پس بگیریم، موفق خواهیم شد که این حقیرانی که این پلیدانی که بر مملکت ما سیطره پیدا کردن، اینها خودشون حقیر هستند. اینها در طی مدت به دنبال حقیر کردن ملت ایران بودند، اما خود بیشتر از همه حقیر شدند. از لطف شما سپاسگزار هستم و امیدوار هستیم که باز هم در برنامه ها شما رو داشته باشیم. مهر دارید، من بسیار سپاسگزار هستم و روز خوبی رو داشته باشید، پیروز باشید و با پایان ایران سخن رو به پایان میبرم. سپاس. تشکر میکنم. بدرود با شما. بدرود. هموطنان عزیز، یک شعر رو براتون میخونم در فاصله ای که فرصت داریم. این حکومت جمهوری اسلامی، این حکومت مصیبت، این حکومت نکبت، از روزی که واقعا پاشو به ایران گذاشت، برای ملت ایران جز تباهی چیز دیگری رو نبود. ببینید اون چرا که کردن در طی این مدت ساختن نبود، خرابی بود، تخریب بود، اما حقیقتاً شاید لازم بود. لازم بود که ما در تاریخ ایران این اتفاق بیفته تا ما از این مرحله هم عبور بکنیم. این مرحله بود که ملت ایران نیاز داشت تا آخوندها بیان سر کار و بفهمن ملت ایران که آخوندها کیان. می رویم و یک چیزی رو مبارز نستوه برای ما فرستاده آقای منصور عزیز. خواهش میکنم اگر اون رو دارید پخشش بکنید تا اگر فرصتی بود من این شعر بهار عرب رو بخونم. فرصتی دارین من اول اینو بخونم آقای منصور عزیز؟ بله، بریم اول مبارز نستوه رو ببینیم. درود به همه دوستان، درود دکتر فرتن عزیز و همه بینندگان عزیز. والا حوادث ارومیه از یک سری حوادث به هم پیوسته تشکیل شد راجع به دریاچه ارومیه که مردم خواستار این بودن که از خشک شدن این دریاچه جلوگیری بشه، که متاسفانه هیچ اقدامی از جانب دولت صورت نگرفت و حتی نمایندگان ارومیه و کلن آذربایجان و حتی نمایندگان ترک زبان هم که تو مجلس هستند رأی مخالف دادند با حمایت سریع دولت از دریاچه، و همین باعث شد که یک بیانیه‌ای از فعالان آذری روی اینترنت بیاد و مردم رو حالا رو اینترنت یا آگهی نوشتاری مردم رو تشویق کنه به یک برگزاری یک تظاهرات مسالمت آمیز. ولی همین تظاهرات مسالمت آمیز محیط زیستی رو دوستان جمهوری اسلامی تاب نیاورد و دیروز در ارومیه یک نفر کشته شد بر اثر این، و مردم وقتی که این چنین برخورد وحشیانه‌ای رو دیدن از جانب حکومت جمهوری اسلامی تظاهرات رو باشکوه‌تر کردن، موتور پلیس رو آتش زدن که فیلم‌هاش هم پخش شد و تظاهرات ادامه یافت. حالا در کل کشور یک بیانیه‌های خودجوشی تشکیل شده و حالا نمیدونم اون لینک سه‌شنبه اتحاد به دستتون رسید یا نه، من دوباره این لینک رو تو پی ام میدم، میخواستید رو صفحه هم نشون بدید. روز سه‌شنبه رو سه‌شنبه اتحاد نامگذاری کردند و این سه‌شنبه یعنی الان که در روز دوشنبه هستیم میشه فردا، قرار شده که ساعت 5 در سراسر کشور مردم به خیابون‌ها بیان و مکان‌هاش رو هم مشخص کردند.
و این کار رو به خاطر دو چیز دارن مردم ایران انجام میدن. یک، همبستگی با مردم تبریز و ارومیه که این چند مدت جمهوری اسلامی سعی کرده که با وسط کشیدن پای عده‌ای اختلاف بیندازه و تبریز و ارومیه رو جدا کنه از جنبش آزادی خواهی ملت ایران، و دوم برای نجات دریاچه ارومیه و اعتراض به نوع برخورد جمهوری اسلامی. بیانیش هم اومده در شهرهای دیگه. و اما واکنش هایی هم جالبه، به محض اینکه این خبر پخش میشه جمهوری اسلامی میاد تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی رو آزاد میکنه، حالا از ترسش هست یا از هر چیز دیگه این معلوم نیست، ولی یک فرمان عفو از مقام رهبری صادر شد و نمیدونم تعداد بسیار زیادی زندانیان سیاسی آزاد شدن. و بعد هم بازار هم که میدونید الان 3 روز هست اعتصاب هست و بازار پارچه فروشان تهران تعطیل هست، امروز هم تظاهرات شد تو بازار و همه اینها داره دست به دست هم میده، یک سری حوادث به هم پیوسته. و ولی خودجوش بودن این حوادث خیلی مهم هست که از داخل مردم آغاز شده و نامگذاری روزها به مثال جنبش های خاورمیانه، مثلا سه‌شنبه رو سه‌شنبه اتحاد نامگذاری کردن، مثل سوری ها که جمعه ها رو نامگذاری میکنن و هر جمعه یک نام داره. و حالا باید نتیجه رو ببینیم، امیدواریم که مردم همه شرکت کنن در روز سه‌شنبه ساعت 5 بعد از ظهر. سپاس دکتر فروتن و من میکروفون رو آزاد. خب هموطنان عزیز، فراموش نکنید ساعت 9 شب سوت زدن رو. این تظاهرات با سوت زدن کار بسیار خوبی است و کار درستی است و بسیار نتیجه داده. ای بهار عرب شکوفان باش، ای بهار عرب شکوفان باش، نیزگاهی به یاد ایران باش. ابر سرخی که بر تو میبارد رنگی از خون و خاک من دارد، بر تو این آسمان بارانی بار دارد ز ابر ایرانی، بر تو این آسمان بارانی بار دارد ز ابر ایرانی، ابر اون آرزوی 100 ساله، سبزی سرو و سرخی لاله، ابر 33 سال استبداد، تیغ اسلام در کف بیداد. تیغ اسلام خون ایران ریخت، تیغ اسلام خون ایران ریخت، با نسیم بهاریت آمیخت. آن نسیمی که باغ کار تو شد، آن نسیمی که باغ کار تو شد، خود از ایران پیام دار تو شد. هان که دیوان به نام دین نبیت، نرو بایند شادی عربیت. عدل دینی بهانه‌شون نشود، دل تنگت نشانه‌شون نشود. دست از آزادیت مشوی مشوی، بجز از این ره رهی مجوی و مپوی. ای بهار عرب شکوفان باش، یاد آزادگان ایران باش. آزادگان ایران همونطوری که بهار عرب رو پرچمدارش ایرانیان بودند، این بازی رو پرچم ایرانیان تمومش خواهند کرد. این مبارزه با استبداد، این مبارزه با استبداد رو ایرانیان 100 و اندی سال پیش شروع کردند و این مبارزه رو ادامه خواهند داد تا استبداد رو برکنند. ما وطنمون رو پس میگیریم، ما ایرانمون رو پس میگیریم، ما استبداد رو ریشه‌کن خواهیم کرد. زنده باد ایران، پاینده باد ایران، زنده باد آزادی، سرفراز باد ملت سرفراز ایران. آینده ایران در دستان شماست.
مردمی.